پیش اومد. WEF 2022 Miami Mayor says that Bitcoin can be a global currency. و چرا که نه؟ ما میدونیم که آقای فرانسیس وارز یه بیتکوین بوله و کل مایمی رو دیوونه کرد برای بیتکوین و حتی هم اون روباتیک بوله هم گذاشته توی هارت آف مایمی و 100% میتونه در آینده باشه، میتونه برای اینترنت باشه، میتونه همه هزینه‌های اینترنتی اینجوری از این طرف بره و اسپیشلی چون حتی هم شنیدی از رئیس ماسترکارد، رئیس ماسترکارد گفته ما وجود نداریم 5 سال دیگه، شاید هم 3 سال دیگه. پس اگه ما کردیت کارتامون، این کارتایی که الان تو جیب ما هست، یه ماسترکارت یا ویزا کارت دیگه، چه دیگه که نداریم، یکی از این دوتاست. And راست میگه دیگه، برای چی اصلا اینو لازم داریم؟ همون موبایلمون کافیه، موبایل ما کافیه که هزینه همه چیز رو انجام بدیم. وردی داریم میبینی که اپل سال دیگه بیتکوین والتش رو در میاره بیرون، خب میخوای میمون بازی در بیاری بیرون که هنوز نمیشه هیچی. Adoption is here، معلوم از میمونیشون در میارن بیرون و میبینن که همه چیز دیگه با کریپتو شده، گیت شده. حالا همینطور قیمتش هم میره بالا پایین. میرسیم دیگه برای خبر دوم که 2 ساعت پیشه، که El Salvador Treasury Minister states Ukraine-Russia conflict disrupted Bitcoin prices. Volcano bonds still on hold. میدونیم که El Salvador یه چند تا bonds گرفته. میدونیم El Salvador یه ذره bonds گرفته. ببخشید. میدونیم که El Salvador بونزاشو حالا پولاشو گرفته، اما با اون پول هنوز نرفته حالا بیت کوین بخره. گفته همه خریداشو هولد کرده. سو باید حساب بکنیم که از آقای رئیس جمهور El Salvador بره این بونزا رو خرج کنه آقای نایب. اند هنوز چون نکرده، چون میگه دلیلی این که نکردم هنوز چون هنوز جنگ هست و روسیه و یوکرین یه ذره ما رو عقب گذاشته با این کاراشون، اما میخره بیت کوین‌ها رو که قول داد میخره، این کارم انجام میده که ولکینر رو بیت کوین ماینرش بکنه. چه چیز باحالی. خبر بعدی و خبر سوم، 3 ساعت پیش، Chainlink launches price feeds on Solana to provide data to DeFi developers. ما میدونیم که Chainlink این پرایس فید ها رو گذاشته به شبکه سولانا که مردم توی شبکه سولانا دارن میسازن یه چیزی، ارزششون هم بیاد تو تریدینگ ویو و هم توی فاینانشال مارکت که همه قیمتاشون رو ببینن برای این ارزها. حالا این یه چیز پروگرس دیگه، واقعا هم پروگرس برای Chainlink هم برای سولانا، هر دو طرفه میتونی ببینیم این کارو. خبر بعدی و خبر چهار، و این خبر تقریبا 500 پیش میاد و این خبر میاد از ایلان ماسک. و ایلان ماسک اونجا نوشته که یه سوپر بد فیلینگ داره در راجب اکانومی. اوکی، سوپر بد فیلینگ. و نمیدونم، من از همون هفته پیش بهتون گفتم که این هفته خیلیاتون اخراج میشین از سر کاراتون. اگه این من صحبت اینو بهتون نگفتم، بخوام بگم کدوماتون گوش میکنید؟ اگه من نگفتم این هفته خیلیاتون اخراج میشن سر کار، هیچکدومتون باور نکردید. حتی تو اینستاگرامم امروزم گذاشتم، اوکی، و توی نامه از ایلان ماسک، اوکی، گفته 10% کارمنداشو میخواد اخراج کنه. خیلیه، اوکی، و نه همش تسلا میخواد اخراج کنه 10% مردمو، خیلی شرکت های دیگه میخوان 100% اخراج کنه. اصلا برای چی میخوایم؟ کسی اصلا بلد سواد داره بره کاغذهای کنگرس والمارت رو بخونه؟ والمارت گفته میخواد فکر کنم 220,000 نفر رو اخراج کنه در امریکا همش، چون میخواد روبات ها اینا رو کاراشون رو بگیرن. حتی هم که امسال چیز ارنینگ رپورتش عالی در اومد، گفته ما اصلا نمیخوایم کارمند، 220,000 نفر میخوام اخراج کنم همش تو امریکا الون، و جاشون رو کی میگیره؟ یه چند تا ربات. اوکی، و بهتون گفتم حاضر باشیم به اخراجی،
حاضر باشی. خبر بعدی، و این خبر میاد از میدل ایست و تقریبا این خبر دو ساعت پیش بود، دو ساعت پیش اومدیم. و میدل ایست اول پروڈیوسرز موو اینتو بیتکوین ماینینگ وذ کروسو انرژی استیکس. اند این عرب سعودیا هم دیگه کار نفت نیستن، کار اویل نیستن، کار روغن دیگه نیستن، کار بیتکوین هم میخوان بشن. انقدر باسواد شدن، از میمونهاشون در آوردن، دیدن که ما فاک نشیم مثل این کشورهای دیگه که شاه بودن 100 سال پیش، همیشه ما شاه بمونیم. با این عقلشون، با این باهوشیشون، غیر از این که میخوان اویل به شما بدن برای بنزین، نفت، هرچی که رب داره با اون خونت که گرم باشه، یه دیگه ربط هم داره دیگه با بیتکوین ماینینگ. و همشون سال 2023 شروع میکنن برای بیتکوین ماینینگ. پس فکر کنیم این چقدر عوض شد. شرکت ها دیگه شرکت نیستن، همه کاره شدن، دنیا رو فهمیدن، میگن دست پول دست منه. اون پول، اون آدمی که داره پول چاپ میکنه AKA بیتکوین ماینینگ، داره پول چاپ میکنه دیگه، دنیا دست منه. فهمیدن، سوادش رو گرفتن. یه مرد 80 ساله اینو میفهمه، توی 20 ساله 30 ساله 40 ساله هنوز نفهمیده، هنوز فکر 20% پام شدنی. میگه فاک نه، من چی بگم. حالا میرسه میگه بعد 24 hour امروز که میبینی که 1.27 trillion هست کل کریپتو مارکت کپ. تقریبا دیشب تا حالا، نه دیشب تا حالا، دو شب پیش تا حالا 7 بیلیون دلار ریخته. 7 بیلیون. میبینیم که ارزایی که امروز بالا هستن، مثلا بالا هم نیستن، اما چین 4%، بیتکوین اسوی 3، استلر 2، ویوز 1، رادیکس 1 و دلار. ارزایی که ضرر امروز بیشتر شدن، آی سی پی 10%، کاوا 7، افموس 7، سینفتیکس نتورک 7، اوساما 5، بات 5 ادامه داره، بیشترشون 5 هم 5، 4، 3. هر کس که تو سود نباشه دیگه، چند تا ارزه اینجا اوکی هست، هیچ مشکل نه. به وقت الان هم که میبینیم که 13,014 تا بیتکوین خرید شده توی مارکت با این قیمت 29,600 29,500 که میخوام بیارم صحبت هم از دو شب پیش، چون دو شب پیش بودیم ما تو کلاب هاوس، دو شب پیش بودم که یه آپدیت بازار بهتون دادم. و مبارک باشه، یه بار دیگه میگم مبارک باشه دوستانی که دنبال من هستن تو اینستاگرام. بهتون گفتم از اینجا هد اند شولدر تقریبا از دیشب تا از این دو شبه 10%، اگه 10x لیورج میگیری 100% سود میگرفتی. یکی از این بچه‌ها من عکسو 500% با صحبت های من گرفت. سو نوش جانت، هیچ مشکلی هم نیست، همیشه باید پرسود باشی. اوبویسلی دنبال میمون که نباید باشی، با کسی باشی که برای پول لرم. بعد از این که اینستاگرام بود، من این کلاب هاوس که دو شب پیش بود، اونم 105 انگلیس، که باز دوباره اشاره کردیم مارکت همین آخر شب میریزه به 29,700. اگه این صحبت رو بهتون نکردم، بودم 100% اینو میشه. سو ما رسیدیم از 5 دو شب پیش که از من صحبت کردن، که گفتن که 100% میریزه به 29,700، خیلیاتون هم شورت کردین. اگین یکی بچه دیگه 1,000%، فکرم 1,120%، یه از یه چیز چت بده اینجوری دیدم، از اینجا میشه 5% درست سود بگیر. حالا دارم چارت الان رو نگم، چون الان مهمه، خیلی الان مهمه. دو تا کلمه، امروز هم بیتکوین سی ام ای داریم که دیگه هرچی بشه امشب دیگه ساتردی ساندی همون قیمت میرسه. اما یه چیزی که من دارم نگاه میکنم، میبینم که هفتگی فاکت اپ. به بچه های بریک اوت چنل خودم گفتم که ببین هفتگی اینقدر اوضاعش بده، امکان داره که هفته دیگه آخرین هفته باشه که دیگه ریزشی ببینیم. اشاره میکنم که در 28,600، 28,700، 28,800، توی این رقم 28,800، 700، میتونین یه اوردر خرید داشته باشین. یه اوردر خرید، مانی منجمنت، یه اوردر کوچیک میتونین داشته باشین، چرا که نه. اوکی. و حالا به 4 ساعت الان که داریم نگاه میکنیم، میبینیم که اینجا یه ذره ریتست کنفرمیشنه. اوکی، ریتست کنفرمیشنه این خط اینجا، که بهتون همیشه میگم موقع یه چیزی که میریزه تقریبا بعد یه ریتست کنفرمیشنی بهت بده که 100% داره میریزه دیگه. این چه؟
ریخته مد بالا که ریتست کنفرمیشن الان بده. اوکی بعد از ریتست کنفرمیشن چیکار میکنم؟ لوپ لوپ بای بای میریزه به سپورت بعدی. حالا از اینجا تا اینجا برسه چون هم سی ام ای داریم، ببین شاید این اتفاق بشه در ویکند، اما چون ویکند داره میشه و سی ام ای داریم شاید این محله اینجا رو بازی میکنه. اما شما هر مشکلی نم نیست، نه لازم نیست چی شور کنی، لازم نیست چی لون کنی، اما خریدت بذار همینجا 28800 28700 28600 حالا تو این دایره اینجا باید باشی، یه اوردر کوچیک اونجا بذار، کسی نه لون میکنه نه شورت لازم کرد، تو خریدت بذار. اگه خورد ویکند میشه جونت، چون از اینجا میتونی یه بحث قشنگی داشته باشی که حداقل تو مانده میتونی یه ذره سرمایه تو اونجا بفروشی پایین تر دوباره داشته باشی. اوکی تو باید یه ذره موزه باشیم برای بیتکوین که تو این قیمت ها هستم، که حتی هم که به 4 ساعت هم داره میگه او اوورسولدم، مشکل اینه که هیچ پولی مردم نره. واقعا دارم میبینم، من الان تو اینجا هستم I feel like a fucking king. اینقدر مردم کم داره. اوکی بذار من ببینم از صحبت های آقای بایدن امشب که حتی هم در کریپتو نیوز براتون نوشتم، که نوشتم اینجا براتون که امروز بایدن در تلویزیون و صحبت‌های اکونومی و تورم صحبت کرد، که آقا بایدن امروز گفته که Americans should feel confident about the economy. Manufacturing is booming. We expect to see more moderation in job growth going forward. Putin's war in Ukraine is driving prices higher. The OPEC announcement on increasing productive positive, but I'm not sure if it's enough. We're on track to reduce the deficit by 1.7 trillion. The US economy is well positioned to overcome inflation. I have no direct plans at the moment to go to Saudi Arabia, but there is a possibility to go to the Middle East. یعنی بایدن داره میگه تورم منفی میشه. میمون هیچ وقت نتونست این کارو کنه. هیچ کدومشون. اصلا میفهمین اگر تورم، حالا میتونیم تورم رو منفی کنیم، بگم چجوری میتونیم بکنیم، همه رو بکشیم. We have to kill people. اگه باور نمیکنیم برو یه کتاب در بیار، Only way که تورم رو درست بکنیم بعد کل انسان رو تو این کشور بعد بکشیم که دیگه همه پولا رو دیگه صفر بکنیم، اما دیگه همه چیز بی ارزش میشه دیگه. There's no economy. دیگه that's not an economy then. Okay. So بعد اینجوری هم داشته باشین که بصحبت آقای بایدن که چرت پرت میگه، میگه تورم دیگه منفی میشه بلا بلا، is bullshit. نمیتونه بشه. اینکه وایسارم که ترامپ یه چیزی بگه، اما ترامپ هم که تو توییتر هم نیست که یه چیزی بگه، چون خودش بیشتر میفهمه تورم چی هست. خود آقای جف بیزوس هم با داچ کوین، فاوندر داچ کوین، گفت راجب تورم چجوریه. ایلان ماسک هم گفت تورم چجوریه. همش این یکی میمون که جلوی تلویزیون هست داره میگه چجوری. اصلا اینجوری نیست، تورم منفی نمیشه، که منفی باشه اوردی ریسشن هست بدتر میشه، اوکی مدت های جنگ بعد بشه بیشتر. But anyways دومشم روسیه و یوکرین تورم رو ایران نکردن، چرت پرت میدیا هست. ببین موقعی که شما درس میخونین این عکس ها و این میدیا رو اشتباه بهتون نشون میدن، اوکی، که چون میخوان از یک داستان همش بدونین، همتون یک داستان داشته باشید، اما هیچ وقت دنیا اینجوری نیست. There is multiple داستانس برای یه دونه داستان، اما حالا تلویزیون میگه یه دونه داستانه، یه دونه داستان هم کرکت. موزه باشید دیگه. But anyways اشاره میکنم که 28700-800 میتونین داشته باشین بیت کوین رو. لازم نیست اینو شورت کنیم. صحبت های دو شب پیش هم بهتون گفتم اما شورت کنیم، اما اینو اصلا لازم نیست چون ویکند هم هست، سی ام ای هم داریم. So anyways این هم شد برای بخش امروز برای من. مرسی که همتون جوین کردید.